دوستان عزیز من و یاران با وفایم، امیدوارم که در همه حال خوشکامی و شادورزی و توانمندی یار و یاورتان باشد و دوستی و عشق و محبت و صمیمیت الگوی زندگیتان گردد. با دوستان دوست باشید و با دشمنان به مروت و شفقت رفتار کنید و نگذارید که سیاهی ها بر روح و روانتان چیره بشود. زندگی رو در کمال سلامت نفس دریابید. عزیزانم، دهمین برنامه از قصه عباس میرزا و اون قصه ناامید کننده قرارداد ترکمانچای رو براتون دنبال میکنم. مژدکن در پیکر افسرده ایران باز جان آوید، امید آوید، توان آوید. باز در باغ زتاراج دی آزرده بلبل آوید، لاله آوید، ارغوان آوید. پهلوانی با درفش کاویان آوید، آفریدون آید و ایران ویران را مأمن آزادگان سازد. بر فراز خانه ما، میهن ما باز پرچم ایران برافرازد. در قصه قبل براتون گفتم که پاسکویچ، جنرال پاسکویچ، که خودش هم دچار زحمات فراوانی شده بود و به علت نرسیدن پول براش و همچنین فرارسیدن زمستان نمیدونست چه باید بکنه و چطور میتونه ارتشش رو آماده نگه بدارد، که گفتم والخوسکوی سروان گاردش رو میفرستاد به تهران تا برای او خبر فوری بیاورد. والخوسکوی در راه قزوین به فاصله ای که خیلی دور نبود به قافله ای رسید که متوجه شد یک قسمت از مبلغ معهود رو برای پرداخت به مکنینل انگلیسی میبرد با خودش. یعنی خزاردار شاه تدریجاً این غرامت جنگ رو به مکنیل تحویل میداد، تا اینکه مکنیل پول رو به تبریز بفرسته نزد مکدونالد وزیر مختار انگلیس، که شاه ایران او رو مأمور کرده بود تا او، یعنی وزیر مختار انگلستان، پولها را به باسکویچ تحویل بدهد. و والخوسکوی گزارشی تهیه کرد برای پاسکویچ فرستاد که گزارش داد که این پولها در راه، مقداریش و مقداری کیسه های دیگر طلا هم آماده شده است، اما به واسطه نبودن وسایل حمل و نقل هنوز نتوانستند آنها را بارگیری کنند و امیدوار بود که چند روز آینده بتوانند همه آن پولها را بار کنند. و از همه مهمتر این بود که سربازانی که بایستی که همراه این پولها بروند و به اصطلاح از اون نگاهداری و حفاظت کنند
سربازان مطمئنی نبودند و ایرانی ها میخواستند که چند نفر آماده خدمت و فداکار پیدا بکنند تا اینکه در راه دستبردی به پول ها زده نشود. اما در این میان خبری که کاملا نامترقب بود شایع شد و آن این بود که میگفتند قسمت اول بار این پول ها در راه قزوین به تبریز در راه نگاه داشته شده، زیرا که شاه که این پول ها را میخواهد نزد سفیر انگلستان بفرستد به او دستور داده تا سپاهیان روس از آذربایجان بیرون نروند حتی یک تومان از آن پولها را هم به باسکویچ تحویل ندهد. از سوی دیگر خبرهای عجیب و غریبی منتشر می شد که سپاهیان ایران در زنجان جمع می شوند. شیخ میرفتاح، اون مجتهد مشهور که این روزها برای باسکویچ کار میکرد، اطلاعات صریحی از دستورهایی که شاه داده بود برای باسکویچ می آورد. او میگفت به برخی از دسته های سپاه دستور دادند که از خراسان و نواحی جنوبی به تهران و زنجان و عراق بروند و در آنجا آذوقه فراهم کنند و 700 تن با توپخانه و خاروار به اردبیل می رفتن. شاه فرستاده بود عده‌ای رو به مشهد تا علم متبرکی رو که به پیامبر نسبت می دادند و می گفتند علم پیامبر بوده از در جنگ هاش، که می گفتند باز آن علم در مشهد هست، همراه خودشون بیاورند و در مسجدهای تهران آن را به نمایش بگذارند و حکم جهاد خوانده شود. این حرفا به کلی اوضاع را دگرگون کرده بود و پاسکویچ نمیدونست واقعا چه بکنه. آیا فراموش کنه همه اون مذاکرات رو و حمله بکنه به تهران، یا اینکه صبر کنه تا اینکه اون پول ها برسه و به اصطلاح وضعش رو روشن بکنه. روز 19 ژانویه حسن علی میرزا، پسر سوم شاه که قرار بود فرمانده جدید لشکریان تازه نفس بشود، وارد تهران شد. ورود وی جلب توجه بسیاری کرد. مکنیل، اون پزشک انگلیسی، در نامه‌ای به مکدونالد وزیر مختار انگلیس می نویسد که در یک ثانیه شهر زیر رو شد. همه طبقات مردم خودشون رو زیر پای اسب حسن علی میرزا می انداختن. دامن جامعش را می بوسیدن. زنان و کودکان خدای را به یاری او می خواندند و وی را نجات دهنده کشور می دانستند. وقتی که حسن علی میرزا وارد حرم شد، خاندان شاه گردش را گرفتند و سپاس خدای را به جای آوردند که وی را برای نجات از خراسان فرستاده است. شاه خودش شادمانی های فراوان کرد و شادمانیش رو اصلا آشکار کرد و فریاد برآورد که این پسر مایه امید خاندان وی و پشتیبان روزهای پیری اوست. سرکردگان قبائل و فرماندهان سپاه گردش رو گرفته بودند و می گفتند که آماده اند که به فرمان وی جان بسپارند. شاهزاده نیز
به نوبه خود آشکارا می گفت که حاضر است جان به سپارت به جای آن که پول بار کند و به روسها تحویل بدهد. آمادگی آن را دارد به جای پول جان تحویل بدهد. شایعات فراوانی هم منتشر شده بود که گفته می شد سپاهیانی که در زنجان گرد آورده بودند درباره آن اختلاف بسیار بود. شماره آن را بین 7000 تا 10000 تا 12000 گفته می شد. اما عباس میرزا که در آذربایجان و در ده قارقان بود و نزدیک پاسکویچ بود وانمود می کرد که به این اندیشه های جنگ جویانه برادرش و احتمالاً سخنانی که در اطراف او گفته می شود ارزشی قائل نیست. سپاهی که تازه گرد آورده بودند اصلاً چندان اهمیتی ندارد. تنها چیزی که در این میان مسلم است این است که این حسن علی میرزا 7000 پیاده از خراسان به زنجان برده بود و با خودش انتظار داشت که 40000 تن سپاهی را هم در آنجا در زنجان گرد بیاورد. اما هیچ کدام اینها نمی توانست واقعیت را روشن کنه و در نتیجه علاوه بر اینکه خود ایرانی ها اعم از شاه عباس میرزا و اطرافیان آنها و خاندان پادشاهی همه سردرگم شده بودند، پاسکویچ نیز تکلیف خودش رو نمیدونست و نمیدونست چه باید بکنه و همین کار موجب سرگردانی همه شده بود. بله، درست در همین موقع بود که از سن پترزبورگ چنان که گذشت به پاسکویچ دستور داده بودند که به گیلان حرکت بکنند و خب او که برنامه ریزی برای خودش کرده بود و بعد هم با عباس میرزا یک قراردادهای رو امضا کرده بودند نمی توانست بدون جهت به گیلان برود مگر اینکه همه اونها رو زیر پا بگذاره. به علاوه رئیس ستاد ارتش روسیه که اصرار داشت هر چه زودتر پاسکویچ به سوی گیلان حرکت بکند از اون چه که بین عباس میرزا و پاسکویچ گذاشته بود اطلاع نداشت. به این جهت دستوراتی میداد که نمیتوانست صورت واقعیت پیدا بکند. در یک گفتگوی خصوصی پاسکویچ به عباس میرزا پیشنهاد کرده بود به جای آذربایجان روسها مازندران و گیلان را به عنوان گروگان تصرف کنند. ولیعهد ایران هم از این حرف بسیار خوشحال شده بود و به او گفته بود که بله این حرف کاملا به نفع من است، زیرا شاه همه ولایات را میان پسرانش تقسیم کرده، فقط گیلان و مازندران را برای خودش نگه داشته. یعنی شما اگر به گیلان و مازندران بروید و آنجا را متصرف بشوید اونها ولایات خاصه و خاصه خود فتح علی شاه هست، به این جهت او رو به زحمت خواهید انداخت. و شاه عباس میرزا به آنها میگفت که شاه اطمینان دارد که اگر تغییری در سیاست پیش بیاید، یعنی شما به تهران بیایید و تهران رو اشغال بکنید، او میتواند
با خزانه پرپول خودش به مازندران پناه ببرد و در آنجا کاملا آسوده زندگی کند. و عباس میرزا و دیارانش اینطور تلقین میکردند که فتح علی شاه اگر تمام ایران رو هم از دست بدهد علاقمند است که ملک شخصی خودش رو در گیلان نگه دارد و به آنجا برود. حالا نامه در این موقع از فتح علی شاه و وزیر خارجهش به باسکویچ رسید. فتح علی شاه نوشته بود که من برای استحکام دوستی بین روسیه و ایران ابوالحسن خان را که از برگزیده ترین مردان دربار من هست به دهخارقان میفرستم تا او بتواند نظرات دوستانه مرا به شما اعلام کند. بعد از چند روز ابوالحسن خان خبر ورود خودش رو به باسکویچ اعلام کرد و برای او پیغام داد که مقصود وی گشادن درهای دوستی است و مبلغی را که به مکنیل یعنی اون پزشک انگلیسی داده بودن او با خودش آورده است. اما در واقع باسکویچ آماده برای گشودن یک بار دیگه مذاکره و این حرفا با فریب اینکه میخواییم دوست باشیم نبود اصلا، زیرا که میدانست که ابوالحسن خان پیشنهادهای تازه‌ای برای آورده که غرامت جنگ رو تنها پس از تخلیه آذربایجان بپردازد. به این جهت او به وسیله ژنرال سروشتن به عباس میرزا پیغام فرستاد که مدت متارکه جنگ بین ما به پایان رسیده است و فوراً مراغه و ارومیه را روزها تصرف خواهند کرد و اگر سپاهیان ایران از آنجا نروند لشکریان روسیه که در آنجا جای گرفتند و 3000 تن هستند بیدرنگ به سپاه ایران حمله خواهند کرد. عباس میرزا که خسرو باخته بود به نزد باسکویچ رفت و به او گفت که میفرمایید من چه باید بکنم و اجازه میخواست که باسکویچ اجازه بدهد او از کلیه سپاهی که در اختیار دارد 1000 تن را و 2 توپ را برای خودش نگاه دارد و بقیه لشکر را تا 5 روز دیگر مرخص کند، یعنی به کلی خودش و در ارتشش رو خرد سلاح کنه تا اینکه باسکویچ خاطرش جمع بشه که او اقدامی نخواهد کرد. و از روی ناچاری صادقانه به او گفت میدانید چرا این 1000 تن رو برای این لازم دارم که با خودم نگه بدارم؟ اگر این 1000 تن با من نباشند یقین بدانید که خود مردم آذربایجان تمام اموال مرا تاراج میکنند و شاید خود مرا هم بکشند. به این جهت ناگزیرم برای حفاظت از شخص خودم این گروه رو با خودم نگه دارم و من از هر جهت تسلیم نظر شما هستم. خب اما این حوادث نامترقب سفارت انگلستان رو بسیار نگران کرد، زیرا آنطور که باسکویچ در خاطراتش نوشته است انگلیس ها
بیشتر از همه چیز به عباس میرزا متکی بودن و نجات او برایشون از پیش از هر چیز دشوارتر میشد. در هر صورت عقیده مکنیل اون پزشک انگلیسی این بود که برود و در با نفوذی که دارد فتح علی شاه رو وادار کند که جوابگوی مسائلی باشد که عباس میرزا امضا کرده است. اما فتح علی شاه که از هر چیز بیشتر به خزینه‌اش اهمیت میداد و مطلقا به ولایات ایران یا مردم ایران اصلا اهمیت نمیداد، کوشش بسیار میکرد که یکی از دیگر پسرانش را که اخیراً به حکمران رسیده بود به پرداخت مبلغی که روس‌ها ادعا میکردند وادار کند. و او تصور میکرد که این یگانه وسیله است که ذخایر خودش رو از هر طریقی که میتواند حفظ نماید. و فرزندانش رو هر کدام که علاقمند به حکمرانی هستند وادار کند که این روزها از خزانه خودشان اون غرامت ها رو بپردازند. مکنیل همون پزشک انگلیسی در نامه خطاب به مکدونالد که وزیر مختار انگلیس هست نوشته است: چند روز پیش شاه مرا فراخواند و گفت اگر عباس میرزا از پرداخت 3 کرور یعنی 3 میلیون آخر از درآمد خود خیشتنداری کند، او در میان پسرانش شاهزاده دیگری را پیدا خواهد کرد که با کمال میل هر مبلغی را که لازم باشد بپردازد و در عوض به جای عباس میرزا او را ولیعهد خود و حکمران آذربایجان خواهم کرد. و سپس گفت عباس که چندین کرور تومان دارد همه کوشش خودش را به کار می‌برد که باز پول از من در بیاورد. دیروز چند تن از شاهزادگانم آشکارا می‌گفتند که دیگر امیدی به عباس میرزا ندارند، زیرا که اختیار شاه دیگر در دست او نیست و حسن علی میرزا که اخیراً از خراسان بازگشته است اختیار شاه رو در دست گرفته. با این همه گذشت حوادث نشان می‌دهد که اگر شاه عباس میرزا رو دوست نداشت و تنها فقط از او می‌ترسید، در این حال در اندیشه آن بود که حسن علی میرزا رو هر طور هست به جای او بنشاند، زیرا تردیدی نیست که نه تنها عباس میرزا از او شایسته تر بود بلکه عباس میرزا لایق ترین پسران وی به شمار می رفت. بدین جهت با وجود خبری که در تهران پیچیده بود و با وجود تهدیدی که می کردند، عباس میرزا همچنان رسماً ولیعهد و فرمان روای آذربایجان بود. و شاه در نامه‌ای که به پاسکویچ می نوشته است خطاب به او می گوید با موافقت وزیر امور خارجه ما فرزند گرامی ولیعهد ایران در استحکام روابط دوستی ما تأکید خواهد کرد. با این همه فرماندهی لشکریانی را که در آذربایجان گرد آمده بودند او به حسن علی میرزا داده است. وانگهی چون قسمت عمده این سپاهیان از مردم خراسان هستند، قهرن میبایستی فرماندهی ایشان هم همان حکمران خراسان باشد که شاهزاده حسن علی میرزا است. در این مدت خب پاسکویچ
مراقب پیشرفت کار لشکریان خودش بود. الکل و لباسهایی که مدتها منتظر آنها بود به تبریز رسیده. نیازمندی های سربازانش فراهم شده. پولی از سن پترزبورگ فرستاده بودند که رسیده. بر عده چارپایان بارکشش بسیار افزوده شده و در قسمت هایی که وسیله نقلیه حرکت می کردن راه ها را هم تعمیر کردن که به آسانی حرکت کنند. پاسکویچ روز 16 ژانویه به پانکراتیو سرهنگ پانکراتیو دستور داد که از ارومیه حرکت کنند و پیش از آن که خودش از ده خارقان بیرون برود اقدام کرد که وسائلی از تبریز به میانه بفرستد و در صدد بود بیشتر لشکریان خود را که 7500 تن می شدند در میانه جمع کند که از آنجا به قفلان کوه و تهران بروند. فردای آن روز از ده خارقان نامه به امپراتور نوشت که مطالب بسیار جالبی در آن هست. می نویسد که نتایج گفتگوهای ما با ایرانیان ساعت به ساعت مشکوکتر می شود. اطلاعات زیر که از تهران رسیده سبب خواهد شد که اعلی حضرت امپراتور به اندیشه نادرست فتح علی شاه پی ببرد. علاوه بر آن اطلاعات تشویق آمیزی از ترکیه به ایرانیان رسیده است و در آنجا خبر جنگ با روسیه در میان مردم شایع شده است. سر اسکر ارض روم پنهانی به ایالات مجاور ایران این خبر را رسانده است که به زودی 15,000 لشکریان زبده و اسلحه برای قلاع و لوازم ذخیره در نقاط مختلف خواهد رسید. گذشته از آن یکی از کارگزاران شاه و چند تن از بازرگانانی که از استانبول به اینجا آمده بودند می گفتند همان روزی که از آن شهر آمده اند سفیران 3 دولت متحد یعنی ایران، انگلستان و ترکیه آماده حرکت بودند. به وزیر مختار انگلستان نیز خبری در تأکید آن رسیده است. مورد دیگر به گفتگوهای ما زیان خواهد رسان آن است که رسیدن یکی از پسران شاه حسن علی میرزا از خراسان است. پریروز این خبر قطعی به من رسید که این جوان گستاخ که هنوز ضرب شست لشکریان ما را ندیده هنگامی که به دربار پدرش رسیده توانسته است در کارها وضعی به کلی مخالف آمادگی صلح جویانه که ما توانستیم به زحمت با عباس میرزا پیش ببریم به وجود بیاورد و شورای سلطنتی ایران دوباره متوجه مقاومت و دفع الوقت شده است. حسن علی میرزا امیدوار است که در اعاده جنگ فرمانده سپاه بشود و این را هم برای کینه‌جویی نسبت به برادرش عباس میرزا و هم برای خودنمایی میخواهد که نشان بدهد تا آن که بتواند جای ولیعهد را پر کند. خب اجالتاً مردم آذربایجان که نمی‌دانند سرانجام وابسته به کدام مملکت خواهند بود، آیا وابسته ما خواهند شد یا بالاخره خداوندگار سابقشان آنها را در اختیار خواهد گرفت،
کم کم از توقف دراز لشکریان ما که ناگزیر توقعات سنگینی از ایشان دارند خسته می شوند. البته هنوز هیچ نافرمانی آشکار نشده. با این همه چندین خانوار تا کنون از آذربایجان بیرون رفتند. این وضع ممکن است در دولت ایران این امید حیله‌گرانه را تولید کند که تأخیر در اجرای تقاضاهای ما سرکشی و کینه مردم را درباره ما تایید کند. اما من به شما قول می دهم که مجال این پیروزی را به ایشان نخواهم داد، چون مصمم هستم میدان جنگ را در آن سوی قفلانکوه به عراق ببرم. دوستان عزیز من امیدوارم که شما دقت کنید که چه وضع ناهنجاری در ایران پیش آمده است. هیچ کس تکلیفش رو نمیدونه و هیچ کس اصلا به فکر مردم نیست. اون چیزی که مهمتر از همه هست این مردم بیچاره هستند که زیر دست و پای ارتش روسیه و این بیفکری ایرانی های حاکم دارن له و لورده میشن. اما متاسفانه هیچ کس در این اندیشه نیست که چگونه آنها را نجات بدهد. یادمان باشد که همین امروز هم ما در همین مشکل گرفتار آمده ایم. روز و روزگار به شما خوش، تا هفته بعد.